درباره ایمنی هواپیماهای بدون سرنشین در برابر حملات هکرها در جریان است. یک استاد دانشگاه تگزاس و تیمش اخیراً موفق شدند کنترل انواع غیرنظامی این هواپیماها را به دست گیرند. آنچه این استاد دانشگاه را به فکر انجام مطالعه انداخت، افتادن یک هواپیمای ارتش آمریکا به دست ایرانی‌ها بود. ایران گفت که کنترل هواپیما را پیش از فرود به دست گرفته بود. تاد هامفری روز پنجشنبه در پاسخ به سوالی در این باره به نمایندگان کنگره گفت: فکر می‌کنم بهتر است به هر چه ایرانی‌ها می‌گویند شک داشته باشیم. البته در این مورد فکر می‌کنم باید به حرف‌هاشان توجه کنیم. ممکن است که هواپیماهای بدون سرنشین سازمان سیا را بمباران الکترونیکی کرده باشند و این باعث شده تا بتوانند آن هواپیما را ضبط کنند. اینکه هواپیما سالم به زمین نشانده شده و تلویزیون ایران تصاویر آن را پخش کرده ما را ملزم می‌کند تا توضیح دهیم که چطور این اتفاق افتاده. هواپیماهای بدون سرنشین هنوز یک سلاح جدید به حساب می آیند و بسیاری از مسائل حقوقی و فنی پیرامون استفاده از آنها بی‌پاسخ مانده. سینا علی‌نژاد، BBC، واشنگتن.